اینجا مراسم گرامی داشته قربانیان قتل عام شهر سربنیتساس، جایی که بیش از 7500 نفر از مردم این شهر قتل عام شده. این قبرها کار ملادی و همدسته پشت پردشه. از سر بی‌آبرویی اونهاست که بچه های ما اینجا خاکن. یه دریا سنگ قبر اینجاست و این فقط یه قطره از اونهاست که شما میبینید. دستگیری ملادیش نمیتونه پایان پشتدار در شهر ما باشه. ما مطمئنیم که ملادیش همدستان زیاد و بزرگتری هم داشته. اگر واقعا هدف خاک کردن آثار جرم نبوده، چرا ملادیشو 16 سال پیش نگرفتند؟ و حالا بعد از گذشت 16 سال سکوت، جامعه بین المللی تازه به خود آمده و با تیتر کردن نام یکی از جنایتکاران جنگی و دستگیری وی میخواهد سکوت این سالهایش را جبران کند. البته که برای دیوان بین المللی لاهه خیلی مهم است و برای عدالت جهانی نیز مهم است. سکوتی که از 20 می 1995 کلید می‌خورد و تا 26 می 2011 ادامه می‌یابد. اما راتکو ملادیچ با دستور و حمایت چه کسانی 7500 نفر بیگناه که غالب آنها مسلمان بودند را در سربنیتسا به خاک و خون می‌کشد؟ جنرال ملادیچ با مجوز کدام دولت‌ها 5 شبانه روز با توپ و راکت این شهر را گلوله باران می‌کند و پس از آن با گروهی تصویربردار و خبرنگار وارد سربنیتسا می‌شود تا پیروزیش را آنطور که تلویزیون‌های غربی آن زمان به ویژه تلویزیون‌های هلند نمایش دادند قهرمانانه جشن بگیرد. بعدها روایت اسناد نشان می‌دهد که پشت این جنایات چند دولت غربی به ویژه دولت هلند قرار گرفته است، چرا که نیروهای هلندی مستقر در این شهر نه تنها مانع ملادیش نشدند بلکه با عقب نشینی زمینه حضور برای وی را فراهم می کنند. واقعیت این است که سربازان هلندی و سازمان ملل وظیفه حفاظت از مردم سربرنیتسا را بر عهده داشتند که به آن عمل نکردند. آنها مانع از حملات سرپا نشدند، با اینکه از آنها خواسته شده بود تا از این شهر محافظت کنند، اما این کار را نکردند و به همین دلیل ملادیچ توانست به هدف خود برسد. آنها هیچ کاری جز عقب نشینی نکردند، هیچ مقاومتی در برابر حمله سرپا صورت نگرفت. با اینکه می‌دانستند سرپا حمله خواهند کرد، هیچ اقدامی برای مانع شدن از آنها انجام ندادند. هلند، کشوری که این روزها با میزبانی ملادیچ برای حضور در دادگاه بین المللی لاهه کمتر علاقه‌مند به اظهار نظر درباره این پرونده است. کلاه آبیای ما به خوبی وظایف خودشون رو انجام دادن. تو اون زمان قرار نبود ما به مقابله با نیروهای ملادیچ بپردازیم. البته این سرپوش گذاشتن و سانسور از سوی هلندی‌ها پیش از این نیز سابقه داشته است. همین چندی پیش هنگامی که جمهوری اسلامی یک عضو باند بین المللی قاچاق مواد مخدر را به جرم نگهداری و ترانزیت کوکائین دستگیر و محاکمه کرد، دولت هلند به این حکم اعتراض کرد. جالب اینجاست که این فرد در دستگاه قضایی هلند هم پرونده کیفری، آن هم از نوع مواد مخدر داشته است. اما حالا با گذشت 16 سال سکوت در برابر جنایات رخ داده در سربنیتسا، آیا محاکمه جنایتکار شماره 2 برای اقناع افکار عمومی جهان قانع کننده است؟ و سوال دیگر این است که چرا از دولت‌های حامی و جریان‌های زمین‌ساز این جنایت نامی به میان نمی‌آید؟